بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو رو خواستم پابلیک بکنم چون میخوایم راجع به قرمز شدن مارکت صحبت بکنیم. شاید خیلی از دوستایی که حتی عضو کلوب نیستن و عضو گروه های خصوصی ما نیستن بخوان بدونن چرا مارکت قرمز شد، آیا این یک آغازی برای سقوط هستش، آیا یک افت دامنه دار و وسیع هستش، بعد علت سقوط چی، علت افت چی بوده، چقدر ادامه پیدا خواهد کرد. و امروز یکی از رفقای ما، رفقای خیلی قدیمی ما، یه ویدیویی برای من شیر کرد که من البته متاسفانه وقت نمی‌کنم ویدیوهای مختلف ببینم، ولی ایشون برای من خیلی خلاصه وار نوشتش که دوستای مختلف توی سوشال میدیا گمان زنی می‌کنن راجع به دلایل افت بازار، که البته من توی ویدیوی اختصاصی کلوب روز جمعه فکر می‌کنم یه گریزی زدم به این قضیه. حالا می‌خوام توی این ویدیو براتون یه خورده بیشتر مسئله رو باز بکنم و دلایل رو با هم دیگه بشمونیم و بعد صحبت کنیم راجع بهش و بعد بتونیم بگم که قدم بعدی چی میتونه باشه. ببینید دوستان، اگر یادتون باشه الان 2.5 سال از فکر کنم اواسط سال 2022، 2 سال خورده‌ای، حالا نیم نه ولی 2 سال خورده‌ای که همه دارن میگن رکود، هیچ وقت هم رکود اتفاق نیفتاد. یکی از داده هایی که میان سنجش میکنن که رکود اتفاق افتاد یا نه یا قرار اتفاق بیفته، حالا غیر از اون مسئله جی دی پی که حالا باید 2 کوارتر متوالی جی دی پی منفی بشه یا نزولی بشه، یکی از اون داده ها داده های اشتغاله، یکی از اون داده هایی که بررسی میکنن. داده های اشتغال توی این 2 سال اخیر همش عالی بوده، یعنی یکی پس از دیگر رکورد شکنی میکردن. توی جمعه هفته پیش برای اولین بار داده های اشتغال که اومد به طور چشمگیری پایین تر از تخمین ها بود، یعنی یه دفعه مثلا حسابش رو کنید 2 سال پشت سر هم داده های اشتغال عالی میاد، بعد یه دفعه یه بار تو یک کوارت تو یک ماه اونم داده های اشتغال ماه به ماه میاد بیرون، بعضی موقع هفته به هفته میاد بیرون. ولی خب این داده های اشتغال یه دفعه اومد خیلی پایین تر از تخمین ها اومد و مارکت بچه ها دوست نداره سورپرایز بشه، مارکت دوست داره همیشه رفتار نرم ببینه. اگه قرار رشد ببینه، رشد یا خیلی همه دوست دارن که یه دفعه رشد خیلی زیاد ببینن، رشد زیاد هم باعث میشه که خرید زیاد توش حاصل بشه، ولی داده های نزولی وقتی میاد دوست نداره کسی سورپرایز بشه. همه انتظار داشتن که داده های اشتغال این ماه اگرم قرار منفی بیاد یا حالا پایین تر از تخمین ها بیاد، یه خورده پایین تر از تخمین ها بیاد، نه که زیاد پایین تر از تخمین ها بیاد. و برای همین دلیل اصلی که همه دلیل های دیگر رو تحت شعاع قرار میده افت فاحش اشتغال هستش که سیگنال رکود میده و ملت دوست دارن که توی این مارکت فراستی، مارکت پرکره، مارکتی که خریدهای زیاد روش انجام شده، با هم صحبت کرده بودیم پیش بینی من برای S&P تا انتهای جون 5400 بود، تا 10 جولای رسید به 5600 خورده ای. خب خیلی زیاد خرید شد، انجام شده بود دیگه، که من اگه یادتون باشه توی کلوب به بچه‌ها گفتم گوگل و اپل و هر چی دارید و اینا رو که خوب بفروشید سود کشی بکنید، منتظر افت باشین، که راجع به این دقیقاً با هم صحبت کرده بودیم. مارکت پرکره بود، ملت سود کشی کردن چون دیدن که و خیلی که ترسیدن سری پولشون رو کشیدن بیرون و این باعث افت مارکت شد. خب حالا دلایل دیگه که دوستان برشمردن راجع به مسائل مربوط به بازار هند یا تنش‌های ژئوپلیتیک بین ایران و اسرائیل یا بازار مثلا شرق آسیا یا ژاپن توی چین یا چین و ژاپن، اونا همه دلایل کاملا فرعیه. اولا تنش ژئوپلیتیک خیلی کوچکتره اون دلیل ها خیلی کوچکتر از ترس از رکود اقتصاد آمریکا هستش به نظر من. حالا قسمت دوم که پاستم بهتون میگم که چه اتفاقی قرار بیفته و از نظر من چه اتفاقی قرار بیفته. ببینید یه مسئله دیگه هستش که ملت فراموش کردن، اونم سیزنالیتی هستش. شما نگاه بکنید به 5 سال 10 سال گذشته، حتی بگردید به 20 سال گذشته، ماه آگست و سپتامبر تقریبا 9 بار از 10 آگست و سپتامبر مارکت شروع کرده به افت. به طور سنتی با توجه به موقعیت اکسپایر شدن، منقضی شدن خیلی از آپشن ها و طوری که ملت آپشن ها رو میخرن برای انتهای ماه سپتامبر، به طور سنتی و کوارتر در حقیقت مالی خیلی از شرکت ها مثلا اون موقع تمام میشه، بیلان مالیشون بسته میشه تا اون زمان، آگست و سپتامبر ماهی هستش که مارکت
سودکشی انجام میشه و شاخص ویکس نوسان میره بالا، مارکت معمولا نزولی خواهد بود. معمولا حتی تو همین 3 ساله اخیر، حالا دیگه شاهدش همین 3 ساله اخیره، شما نگاه کنید 2022 اتفاق دقیقا افتاد، 2021 2023 هم اتفاق افتاد، مارکت توی آگست و سپتامبر نزولی تر عمل کرد به نسبت جولای، جون و می، و ولی معمولا اکتبر دسامبر مخصوصا اواسط اکتبر به بعد دوباره مارکت جون میره به سمت بالا. این دوتا عامل عامل اصلی هستن. تقاضای بازار چین که کمتر شده، این خیلی وقت بوده که اتفاق افتاده، یا بازار ژاپن، این چیزی نیستش که بخواد تاثیر عمده بذاره. تنش ژئوپلیتیک ایران و اسرائیل عددی نیستن که بخواد تاثیر اون چنانی بذاره رو بازار آمریکا، کما اینکه روسیهش با اون عظمتش اونقدر تاثیر رو بازار آمریکا نذاشته. یعنی کافیه یک نوآوری تو بازار آمریکا، یک انقلاب صنعتی مثل مثلا همین انقلاب AI انجام بشه که کاملا همه اونا رو تحت تاثیر قرار بده. این مسئله دیگه هم هستش، اینه که جالبه، من تو ویدیو روز جمعه هم گفتم همه منتظر این بودن که این داده های اشتغال منفی بشه که فدرال رزرو متقاعد بشه به کاهش نرخ بهره. حالا که اتفاق افتاده دوباره همه ترسن، انگار مثلا ما همه بازار، همه اون آدمایی که تو بازار هستن یه چیزی میخوان، بعد که اون چیز اتفاق افتاد میگن که کاش که اتفاق نمی افتاد. بنابراین نشون میده که این افت یک نی جرک ریاکشن هستش، یعنی مخصوصا که تو 3-4 روز انقدر بیفته پایین، راسل بیفته پایین، نزدک بیفته پایین، کاملا ریاکشنری هستش، عکس العمل از روی ترس هستش. منطقیش اینه که نزول تدریجی توی آگست و سپتامبر انجام میشد. حالا مثلا این نزول ماه آگست رو، این کلش رو مثلا تقریبا تو 3 روز انجام شد و یه خورده عکس العمل زیاد از حد هستش. باز فدرال رزرو توی ماه سپتامبر که دیگه الان قطعی میاد، یه تقریبا 99.9% نرخ برای قراره 25 سالم کم کنن، حالا الان همه منتظرن که فدرال رزرو بیاد بگه که او امکان داره که این داده های اشتغال نشان دهنده یک رکودی باشه که به صورت آتش زیر خاکستر خودشو پنهان کرده و الان خودشو نشون داده، و فدرال رزرو میاد دست پاچه بشه و بیاد 3-4 بار نرخ بهره رو کم بکنه. حتی خیلی دارن صحبت میکنن راجع به اینکه تو این ماه سپتامبر به جای 25% یه دفعه بیاد 75% حتی کم بکنه که با رکود احتمالی مبارزه بکنه. به نظر من فدرال رزرو همچین کاری نمیکنه، برای اینکه اگر این کارو بکنه ترس رو اشاره میده در مارکت، یعنی همه حتما یه خبری هستش که اینا دارن انقدر زیاد کم میکنن، دست پاچه شدن، هول شدن، علاوه بر برنامه قبلی خودشون میخوان 3 برابر بیشتر نرخ بهره رو کم بکنن. روی این حساب فدرال رزرو احتمالاً کاری که انجام میده توی ماه سپتامبر یه بار نرخ بهره رو کم میکنه، توی نوامبر و دسامبر هم دوباره دیگه 2-3 تا 25% توی این سال 2024 کم میکنه. ما انتخابات رو هم پیش رو داریم که اون خودش با عدم قطعیت ها دامن میزنه. ولی به نظر من اتفاقی که میفته، این پیش بینی من هستش که مارکت در ماه سپتامبر و آگست با همین حرکت نوسانی توی همین لیول های فعلی ادامه خواهد داد، و بعد توی ماه اکتبر بعضی که فدرال رزرو نرخ بهره رو یه بار کم کرد، منتظر چند تا داده اشتغال دیگه خواهد بمونیم، میریم توی انتخابات. توی انتخابات دولت جدید که مشخص بشه، خیلی از عدم قطعیت ها برداشته میشه، فدرال رزرو هم دوباره دیگه نرخ بهره رو کم میکنه. سال 2025 سال بسیار خوبی خواهد بود. من حتی اعتقاد دارم که توی اکتبر نوامبر مارکت باز میاد بالاتر، حتی میره به پیشواز دولت جدید، میره به پیشواز 3 تا نرخ بهره کم کردن، و هنوز به اعتقاد دارم که شاخص راسل پتانسیل اینو داره که با کاهش نرخ بهره به سمت بالا حرکت بکنه و به عدد 2400-2500 نزدیک بشه. بنابراین اگر پوزیشنایی دارید که پول نقد نگه داشته، طبق صحبت‌های ما پوزیشن کنار، پول نقد کنار گذاشتید، اگر از مارجین زیاد استفاده نکردید، دیگه باید وقایع سال 2022 به شما این درس رو داده باشه. به نظر من شرکت هایی مثل، اگر مثل چه بدونم، اپل، مثل مایکروسافت، مثل انویدیا و یا AMD، اگر این شرکت ها رو دارید با ضرر نفروشید، اینا رو با ضرر نفروشید، از اشتباهات سال 2022 درس بگیرید، یه مدت باید روش صبر کنید. حتی اگر به نظر من پول جدید دارید، نمیگم الان پول بریزید یه عالمه، تدریجی میتونید با همون دلار کاست اوریجینگ وارد مارکت بشید و از این افت استفاده بکنید، چون به زودی ماه اکتبر و نوامبر بازار به سمت بالا دوباره برمیگرده. ببینید نرخ هدف پایه فدرال رزرو 2.8% باشه اگر اشتباه نکنم، حالا بچه‌ها میتونن اگر من اشتباه میگم پای ویدیو کامل بدن اصلاح بکنن،
الان ما رو پنجیم. خودشون میگن که هدف اونه که برسونیم به 2.8 و قرار تا سال 2026 این کار انجام بدن. از 5 بخوام بیارن، از 5 خورده ای بخوام بیارن به 2.8، خیلی باید کم بکنن نرخ بهره رو. پس باید از همین سپتامبر شروع بکنن، 3 تا امسال کم بکنن، 4-5 تا سال بعد کم بکنن و حتی بیشتر سال 2025، تا اینکه مثلا اواسط 2026 برسه به اون 2.8-2.7 نرخ پایه هدفی که فدرال رزرو داره. و نرخ بهره کم شدن همانا، شرکت های کوچکتر اسمال کپ به سمت بالا حرکت کردن هم همانا. پس به نویزها گوش ندید، نگم بقیه اون عوامل تاثیر ندارن، یه سری عوامل هستن که تاثیر دارن، تاثیرشون خیلی کمتره. تمرکز کنید رو اون عواملی که تأثیر پذیرتر هستن و تأثیر گذارتر هستن، مثل تصمیمات فدرال رزرو بر بازارهای مالی که حتی در سال 2022 توی عود جنگ اوکراین اون تصمیمات تأثیرش بیشتر بود از خود جنگ اوکراین که تقریبا یک جنگ بسیار بزرگ با دامنه وسیع جهانی بود. اگر سوال دارید پایین دیگه بپرسید.